تا حالا به این موضوع فکر کردید که کدوم یک از موجودات سیاره ما جزء سمی‌ترین حیوانات هستند؟ امروز قراره وارد دنیای این موجودات خطرناک بشیم. سم هر کدوم از این موجودات به قدری میتونه قوی باشه که یه انسان رو تا کام مرگ بکشونه. از جنگل‌های استوایی گرفته تا اعماق دریا به دنبال این موجودات سمی میگردیم که توی دنیای ما زندگی میکنن. ما این موجودات رو از شماره 10 تا کشنده ترینشون که به شماره 1 میرسه مرتب کردیم. در شماره 10 ما با یه قورباغه سمی پر جنب و جوش اما کشنده روبرو هستیم که تو جنگل‌های بارانی گرمسیر آمریکای مرکزی و جنوبی زندگی می‌کنه. این موجود کوچولو دارای ترکیب رنگ فوق‌العاده‌ای از آبی براق تا قرمز آتشینه، اما اجازه ندین با ظاهرش شما رو گول بزنه. این قورباغه تند و تیز یه سمی خیلی قوی داره که میتونه به راحتی شکارچی خودش رو به دام بندازه و اونو به یه وعده غذایی تبدیل کنه. سم هر قورباغه برای کشتن 10 انسان بالغ کافیه. این سم یه مکانیسم طبیعی دفاعیه که برای تهدیدهای خطرناک به کار میره. پس از این موجود فاصله بگیرید وگرنه با عواقب بدی روبرو میشید. اسم این قورباغه سریع از داستان و تخیل گرفته نشده. توی قبایل محلی گفته میشه که این قورباغه با استفاده از زبان تند و تیزش شکار خودش رو میگیره و این موضوع نشون دهنده قدرت دفاعیشه. رنگای زیبا و منحصر به فرد این قورباغه پر جنب و جوش و سم و نحوه شکار کردنش اونو به یه موجود جذاب تبدیل کرده. برخلاف جثه کوچیکی که داره، قطعاً مشت مرگباری رو به طعمش میزنه. در موجود سمی شماره 9 با این عقرب دنباله‌دار مرگبار روبرو میشیم. اسم این عقرب همه چیزو در موردش لو میده. اون تو مناطق خشک خاورمیانه و شمال آفریقا زندگی میکنه. اسم تهدیدآمیزش فقط برای ترسوندن نیست، بلکه این عقرب دنباله‌دار جزء خطرناکترین موجودات روی زمینه. سم این عقرب حاوی مجموعی از علائم ناخوشایند مثل تپش قلب، تشنج، تب و در موارد شدیدتر نارسایی قلبی و تنفسیه. اصلا جای تعجب نیست که این عقرب در سرتاسر زیستگاهش ترسناک به نظر بیاد. نکته جالب اینجاست که این عقرب دنباله‌دار مرگبار موجود تهاجمی نیست و غالبا ترجیح میده زهر خودشو برای شکار نگه داره تا اینکه اونو برای دفاع از بدنش خارج کنه. اما اشتباه نکنین، چون اگه تو شرایط خطرناک قرار بگیره بدون هیچ شکی از زهرش استفاده میکنه. اگرچه سم این عقرب برای انسان خطرناکه، اما مورد استفاده پزشکی هم داره. دانشمندان در حال بررسی روی این سم برای درمان سرطان و دیابت هستند. نیش عقرب همون چیزیه که هیچ کس دوست نداره باهاش برخورد داشته باشه. در مورد شماره 8 با اختاپوس حلقه‌ای آبی اما خطرناک روبرو میشیم. این موجود فوق‌العاده زیبا به اندازه یه توپ گلف کوچیکه که در حاشیه جزر اومد و صخره‌های مرجانی اقیانوس آرام و اقیانوس هند از ژاپن تا استرالیا زندگی می‌کنه. حلقه‌های آبی و سیاه رنگی که سراسر پوست زرد این اختاپوس قرار گرفته به راحتی قابل مشاهده هستند. اما اجازه ندین این ظاهر شما رو فریب بده. این اختاپوس راز سمی رو داخل خودش مخفی کرده، سمی که هیچ پادزهری براش وجود نداره. یه نیش از این اختاپوس کافیه تا باعث فلج حرکتی و ایست تنفسی بشه. اگه به سرعت بهش رسیدگی نشه، میتونه باعث مرگ بشه. برخلاف ظاهر کشندش، این اختاپوس معمولاً غیر تهاجمیه مگه اینکه چیزی عصبانیش کنه. این اختاپوس حلقه‌ای آبی ثابت میکنه که زیبایی میتونه کشنده باشه. جایگاه شماره 7 به این ماهی سنگی اختصاص داده میشه. این موجود شگفت‌انگیز که ظاهرش مشابه سنگ میمونه، توانایی باور نکردنی توی یک پارچه کردن ظاهرش با محیط اطراف داره. پوست این ماهی با طیف‌های مختلف خالدار به رنگ‌های قهوه‌ای و خاکستری پوشیده شده و طوری کف اقیانوس قرار میگیره که شکارچی نمیتونه اونو تشخیص بده. اگرچه این ماهی سنگی جزء یکی از حرفه‌ای‌ترین موجوداته، اما یکی از سمی‌ترین ماهی‌ها هم به حساب میاد. سم قوی این ماهی که در قسمت بالای پشتی بدنش قرار داره میتونه باعث ایجاد درد شدید و حتی مرگ بشه. یه نیش ساده میتونه قربانی بیخبر رو به دردی طاقت فرسا و در موارد شدیدتر به نارسایی قلبی دچار کنه. این ماهی سنگی هم از سمی که داره برای شکار استفاده نمیکنه، بلکه یه مکانیسم دفاعیه و به عنوان آخرین سلاح در مواقع تهدیدآمیز اونو به کار میگیره.
شماره 6 متعلق به این مار کبرای شگفت‌انگیزه. این مار یکی از بلندترین مارهای سمیه. مار کبرا تو جنگل‌های هند و جنوب شرق آسیا زندگی می‌کنه. طول شگفت‌انگیز این مار می‌تونه به 5 متر هم برسه. البته نمونه‌های کمیابی هم وجود داره که از این بزرگترن. این موجود مثل غذایی که می‌خوره زیستگاه متنوعی هم داره. از زمین‌های پهناور و شاخه درختان گرفته تا ارتفاعات مختلف. این مار توانایی سازگاری بالایی داره. در درجه اول اون از مارهای دیگه تغذیه می‌کنه و همین موضوع اونو به شکارچی خشن تبدیل کرده. اما چیزی که این شاه کبرا رو از بقیه متمایز کرده سم خطرناکشه. یه نیش مار کبرا به قدری سم داره که میتونه یه انسان بالغ رو از پا در بیاره. سم به مار کبرا به سیستم عصبی حمله میکنه و باعث درد شدید، از کار افتادن بدن، تاری دید و در نهایت در صورت عدم درمان باعث مرگ میشه. این اسم سلطنتی واقعاً برازنده این کبراست. شماره 5 به این حلزون مخروطی مرگبار تعلق داره. اجازه ندین ظاهر کوچیکه شما رو گول بزنه. این حلزون کف اقیانوس و صخره‌های مرجانی استوایی و آب‌های گرم ساحلی سراسر جهان زندگی می‌کنه. صدف این حلزون رازهای کوچیک اما خطرناکی رو توی خودش پنهان می‌کنه. اندام‌های دندان مانند این حلزون سم می‌دارن که به قدری قدرتمنده که میتونه به محض برخورد با طعمه فوراً اونو فلج کنه. اما فقط ماهی‌های کوچیک و کرم‌ها نیستند که باید از این زهر بترسن، بلکه این سم میتونه تأثیر مخربی رو هم روی انسان داشته باشه. یه نیش ساده میتونه باعث ایجاد بی‌حسی و درد و در موارد دیگه حتی فلج یا مرگ بشه. هیچ پادزهری برای سم این حلزون مخروطی وجود نداره و همین موضوع اونو به خطری زیر امواج تبدیل میکنه. مورد شماره 4 مربوط به یه عنکبوت شگفت‌انگیز برزیلیه. این کابوس خطرناک با اسم عنکبوت موزی هم شناخته میشه و نه تنها یکی از بزرگترین عنکبوت هاست، بلکه جزء سمی‌ترین ها هم شمرده میشه. برخلاف سایر برادرای هشت‌پای خودش، گونه برزیلی با رفتار تهاجمیش شناخته میشه. این عنکبوت ساکت و آروم توی تارش نمیشینه، بلکه شبا به کف جنگل میره و فعالانه دنبال شکار میگرده. سم این عنکبوت حاوی نوروتاکسین قویه و یه نیش اون میتونه باعث بروز درد و موارد شدیدتر حتی مرگ بشه. سم این عنکبوت حتی تو درمان پزشکی هم مورد استفاده قرار میگیره، اما اجازه ندین ظاهر دوستانش شما رو گول بزنه. عنکبوت برزیلی همون موجودیه که نباید از کنارش رد شد. سومین مورد مربوط به مار تایپانه که یکی از سمی‌ترین مارهای توی دنیاست. این موجود خارق‌العاده در مناطق خشک استرالیای مرکزی زندگی می‌کنه. صرف نظر از رنگ قهوه‌ایش، اون استاد استتار کردنه که به طور کاملاً یک پارچه با محیط اطرافش یکی میشه. چیزی که اونو متمایز می‌کنه سرعتشه که سریع‌تر از رعد و برقه. تایپان توی یه چشم به هم زدن طعمه خودشو می‌گیره. سم این مار به قدری قویه که میتونه کمتر از یک ساعت انسان رو از پا در بیاره. نوروتوکسین و مایوتوکسین موجود توی این سم باعث مختل شدن سیستم ایمنی بدن میشه و قبل از اینکه چیزی رو بفهمیم وارد بدنمون میشه. برخلاف ظاهر مرگباری که داره به شدت خجالتیه و ترجیح میده به جای درگیر شدن با خطر از اون فاصله بگیره. با این حال اگه خطر در کمینش باشه قطعاً باهاش مبارزه میکنه. مار تایپان موجودیه که باید بهش احترام گذاشت و با احتیاط از کنارش رد شد. جایگاه شماره 2 مربوط به عروس دریایی جعبه‌ایه که جزء سمی‌ترین موجودات کره زمینه. این موجود خارق‌العاده نمونه تناقض میان زیبایی و خطرناکیه. این عروس دریایی جعبه‌ای شگفت‌انگیز شاخک‌های باریکی داره که حین شنا کردن تکون میخوره و توی آب کاملاً غیر قابل مشاهده است. اجازه ندین ظاهر فریبندشون شما رو گول بزنه. هر کدوم از این شاخک‌ها با هزاران سلول تخصصی به نام سنتیسایز پوشیده شده که داخل این سلول‌ها نخ‌های خاردار ریز قرار داره که حاوی سم هستند تا با کوچکترین برخورد این سم رو به بیرون منتشر کنند. سم این عروس دریایی به قدری قدرتمنده که میتونه طی چند دقیقه باعث نارسایی قلبی بشه و اگه سریع بهش رسیدگی نشه جون اون آدم رو میگیره.
شماره 1. شماره 1 مربوط به سمی‌ترین موجود روی زمینه، یعنی قورباغه طلایی سمی، جواهر قلمرو دوزیستان کوچیک. درست به همون اندازه که ظاهر زیبایی داره میتونه کشنده هم باشه. این قورباغه که توی جنگل‌های بارانی کولومبیا زندگی میکنه، دارای پوستی پوشیده از سم عصبی قویه. این سم به شدت قدرتمنده و فقط یه برخورد ساده با این موجود میتونه جون 20 انسان بالغ یا 2 فیل آفریقایی رو بگیره. این سم سد دفاعی طبیعی این موجوده که میتونه شکارش رو نابود کنه. همین موضوع باعث شده تا این قورباغه به یکی از خطرناکترین موجودات جنگل‌های آمازون تبدیل بشه. برخلاف موجودات سمی دیگه، قورباغه طلایی سمی نیازی به گاز گرفتن یا نیش زدن نداره، بلکه یه لمس ساده میتونه باعث انتقال سمش بشه. پس اگه روزی وارد جنگل‌های بارانی کولومبیا شدین، حواستون باشه که از این جواهر طلایی فاصله بگیرین. این موجود برازنده عبارت کوچیک اما تواناست.